گاه زندگی تو فشار داده می شود. الله فشار میده زندگی تو، از هر طرف محصوری، چهار طرف تو دیوار مصیبت و سختی ها و مشکلات. این آزمون پروردگار عالم. همه دروازه ها را حس میکنی بسته شده، یک دروازه هم باز نیه. در بین این همه مصیبت ها و مشکلات ها و بیچارگی ها یک دریچه بازه، یک دریچه بازه. وقتی حس کردی زندگی تو فشار داده شد، فقیر شدی، بیمار شدی، از هر طرف مشکلات و مصیبت ها دامنگیر زندگی تو شد، همه دروازه ها را بسته دیدی، یک دریچه بازه. اون دریچه ای که در شکم ماهی برای یونس نبی باز شد، سبحان الله. اون دریچه ای که برای ابراهیم خلیل در آتش نمرود باز شد، اون دریچه ای که برای یوسف نبی در قعر چا باز شد، اون دریچه بازه. و اون دریچه هم فضل و رحمت رب العزت و الجلال، سبحان الله. این دریچه بازه. الله رب العزت همه دروازه ها رو میبندد، اما این دروازه رحمت خود رو به سوی تو نمیبندد. گاهی وقتا باید در بین مصیبت ها یک لبخندی به زندگی بزنی. قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا. به فضل و رحمت رب العزت و الجلال بندگان خدا باید خوش باشن، ولو که در آلام، در مصیبت ها، در درد ها، در رنج ها قرار دارن، اما این دریچه که به فضل الله منتهی می شود، یک لبخند بزن به همه غم های دنیا. به غم ها بگو که من رب و کریم و مهربانی دارم، سبحان الله. همه این مشکلات ها در زندگی من، حتی قلب من را مملو ساخته، اما در وسط همه غم ها الله رب العزت و الجلال را دارم. کسی حق نداره به بنده مسلمان بیچاره بگه. اون کسی که خداجو و خدا طلبه، کسی حق نداره بیچاره بگه. بیچاره یعنی کسی که هیچ چاره ای ندارد. من و تو مسلمان یک چاره سازی داریم به نام الله رب العزت و الجلال، پس ما بیچاره نیستیم. ولو که فقیرم بشیم، مصیبتم در زندگی ما بیایه، ما بیچاره نیستیم. بیچاره کسی که چاره ساز واقعی را ندارد، اما من و تو الله را داریم، هیچ بیچارگی نداریم. در وسط سختی ها و مشکلات ها و غم ها و درد ها و رنج ها و فقر و بیچارگی ها که حس میشه این همه بیچارگی هاست، یک چاره سازی هست که دست من و تو میگیره بالا. اون چاره ساز واقعیه، کشتی میاره به زیر پای من و تو که از این دریای مصیبت من و تو را نجات بده. فقط به اون چاره ساز یک تکیه بکن، بزن دروازه چاره ساز، گاه اشک تو بگذار بریزه. اگر مصیبت در زندگی تو آمده، بگذار که اشک تو بریزه. از دیدگان تو باید اشک بریزه. بعد دست خو بالا بکنی بگی خدایا من بیچارم، اگر تو چارم را نسازی. اگر تو مرا یله بکنی، رها بکنی، من بدبخت و بیچارم، من سرگردانم ای رب، تو چاره سازی. تو چاره سازی. من در دریایی از مصیبت و مشکلات غرق شدم، ای چاره ساز واقعی که دست بندگان را میگیری، با دیدگان پر از اشک دست بالا کردن، دست من را بگیر، بگذار که اشک تو بریزه. بعد در وسط اشک ها با خدایت از درون دل درد دل بکن، بگو خدایا چارم رو تو بساز، نگذار من بیچاره بشم. اگر مرا به حال خود من رها بکنی، من بیچاره میشوم. نگذار بیچاره بشم ای رب العزت و الجلال.
در اعماق مصیبت ها و مشکلات و سختی ها نگاهی بکن به پروردگار بخشنده و مهربان.